فصل نهم، بدن درونی. ما باید وارد بدن شویم تا به ورای آن برویم و دریابیم که ما بدن نیستیم. یکی انگاشتن این بدن جسمانی که با حواس قابل درک است، با من یا به عبارتی یکسان فرض کردن بدنی که قرار است پیر شود، پژمرده شود و بمیرد، با خود همیشه دیر یا زود باعث رنج می گردد. خودداری از یکی انگاشتن خود با بدن به این معنا نیست که آن را نادیده بگیرید، ناچیز بشمارید یا دیگر به آن اهمیت ندهید. اگر بدن قوی بنیه، زیبا یا نیرومند باشد، شما می توانید از تمام این ویژگی ها تا زمانی که هستند لذت ببرید و قدرش را بدانید. همچنین می توانید شرایط بدنتان را با تغذیه صحیح و ورزش بهبود بخشید. اگر بدنتان را با آن کسی که هستید یکی ندانید، هنگامی که زیبایی کمرنگ می شود، نیرو کاستی می یابد یا بدن ناتوان می شود، به هیچ وجه بر احساس ارزشمند بودن یا هویت شما تأثیری نمی گذارد. در حقیقت با ضعیف شدن بدن، آن بود بیشکل، آن نور آگاهی راحت تر می تواند از طریق این شکل در حال محو شدن بدرخشد. نفس تحتانی زمانی ایجاد می شود که حس شما از بودن، از من هستم که آگاهی بیشکل است، با شکل در آمیخته شود. این معنای هویت است، این غفلت از بودن است، همان خطای نخستین. هرچند هویت بدنی یعنی یکی انگاشتن خود با بدن یکی از اصلی ترین اشکال نفس تحتانی است، خوشبختانه ساده ترین چیزی که می توان به ورای آن رفت نیز همین است. این امر با تلاش در متقاعد کردن خودتان در مورد اینکه شما بدنتان نیستید انجام نمی شود، بلکه با انتقال توجهتان از شکل بیرونی بدنتان به افکارتان نسبت به بدنتان، یعنی زیبا، زشت، قوی، ضعیف، خیلی چاق، خیلی لاغر، به سوی آن احساس سرزندگی که در درون آن است انجام می شود. مهم نیست که ظاهر بدنتان در سطح بیرونی چگونه است. در ورای این شکل بیرونی یک حوزه انرژی فوق‌العاده سرزنده وجود دارد. دو یا سه بار آگاهانه نفس بکشید. حالا ببینید می توانید حس ظریفی از سرزندگی که در سراسر بدن درونیتان پخش می شود را حس کنید؟ آیا می توانید بدنتان را از درون حس کنید؟ بخش های مشخصی از بدنتان را به طور کوتاه مدت احساس کنید. کف دست هایتان، سپس بازوها، کف پاها و رانهایتان را حس کنید. آیا می توانید شکم، سینه، گردن و سرتان را هم حس کنید؟ لبهایتان را چطور؟ آیا در آنها زندگی هست؟ سپس نسبت به بدن درونیتان به عنوان یک کل دوباره آگاه شوید. شاید بخواهید برای این تمرین در ابتدا چشمهایتان را ببندید و وقتی توانستید بدنتان را حس کنید، آنها را باز کنید، به اطراف نگاه کنید و به احساس کردن بدنتان به طور همزمان با چشم باز ادامه دهید. شاید دریابید که در واقع نیازی نیست چشمهایتان را ببندید که بتوانید بدن درونی را حتی هنگام خواندن این متن حس کنید. بدن درونی شما جامد نیست، بلکه فضا دارد، گسترده است. بدن درونی شکل جسمانی شما نیست، بلکه زندگی است که به شکل جسمانی شما جان می بخشد. همان هوشمندی است که بدن را خلق کرده و زنده نگه می دارد و همزمان صدها عملکرد مختلف را با چنان پیچیدگی خارق‌العاده‌ای هماهنگ می کند که ذهن بشر می تواند تنها بخش بسیار کوچکی از آن را درک کند. هنگامی که به آن آگاه می شوید، آنچه واقعا اتفاق می افتد این است که آن هوشمندی از خود آگاه می شود. این همان هستی غیر قابل وصفی است که هیچ دانشمندی هرگز به آن دست نیافته است، چرا که آگاهی که آن را جستجو می کند خود آن است. اگر با هوشیاری بدن درونی آشنا نیستید،
اگر با هوشیاری بدن درونی آشنا نیستید، چشمایتان را برای لحظه‌ای ببندید و ببینید آیا زندگی در درون دست‌هایتان از موج تا پایین وجود دارد. از ذهنتان نپرسید، چرا که خواهد گفت من نمیتوانم چیزی احساس کنم، و نیز احتمالا خواهد گفت یک چیز جالبتر به من بده که بهش فکر کنم. بنابراین به جای اینکه از ذهنتان بپرسید، مستقیما به سراغ دست‌هایتان بروید. منظورم از این کار این است که از آن احساس لطیف زنده بودن در درون دست‌هایتان آگاه شوید. سرزندگی آنجاست. فقط باید با تمام توجهتان به آنجا بروید تا متوجه آن شوید. ممکن است در ابتدا فقط کمی حس سوزن شدن، گزگز کردن داشته باشید و بعد احساس انرژی یا سرزندگی. اگر توجهتان را برای مدتی در دست‌هایتان نگه دارید، حس زنده بودن شدت می‌یابد. بعضی از آدم‌ها حتی نیاز ندارند چشم‌هایشان را ببندند. آنها قادرند دست‌های درونیشان را همزمان که این متن را می‌خوانند حس کنند. بعد به سراغ پاهایتان از مچ به پایین بروید. توجهتان را برای حدود یک دقیقه آنجا نگه دارید و دست‌ها و پاهایتان را همزمان احساس کنید. بعد بخش‌های دیگر بدنتان، ران‌ها، بازوها، شکم، قفسه سینه و غیره را به آن احساس ملحق کنید. تا زمانی که از بدن درونی به صورت یک حس کلی از سرزندگی که در سراسر بدن پخش شده است آگاه شوید. آنچه بدن درونی می نامم در واقع دیگر بدن نیست، بلکه انرژی حیات است. پلی بین شکل و بیشکلی است. حس کردن بدن درونیتان را هر چقدر هم که می توانید تکرار کنید و آن را تبدیل به یک عادت نمایید. بعد از مدتی دیگر نیازی نخواهد بود که برای حس کردن آن چشمایتان را ببندید. برای مثال ببینید آیا می توانید وقتی دارید به حرف کسی گوش می دهید بدن درونیتان را حس کنید. این تقریبا یک تناقض به نظر می رسد که وقتی با بدن درونیتان در تماس هستید، دیگر نه با بدنتان یکی می شوید و نه با ذهنتان. یعنی شما دیگر از طریق شکل خودتان را نمی شناسید و خود را با شکل یکسان نمی انگارید، بلکه از هویت ناشی از شکل دور می شوید و به سمت بیشکلی که همان می توانیم به آن بودن بگوییم حرکت می کنید. این هویت ذات شماست. هوشیاری بدنی نه تنها شما را در لحظه حاضر نگه می دارد، بلکه در خروجی زندان نفس تحتانی است و همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی و توانایی بدن در درمان خودش می گردد. تا جایی که امکان دارد در زندگی هر روزتان از آگاهی بدن درونی برای خلق کردن فضا استفاده کنید. هنگامی که منتظر هستید به شخص دیگری گوش می دهید، مکس می کنید تا به آسمان، یک درخت، یک گل، شریک زندگیتان یا فرزندتان نگاه کنید، همزمان سرزندگی درون را احساس کنید. این بدان معنی است که بخشی از توجه یا آگاهیتان بی‌شکل باقی مانده است و بقیه آن برای جهان بیرونی شکل در اختیارتان است. هرگاه به این صورت ساکن بدنتان شوید، بدن مانند یک لنگر برای نگه داشتن شما در لحظه حاضر خدمت می کند و از اینکه خودتان را در افکار، احساسات یا موقعیت‌های بیرونی گم کنید جلوگیری می کند. بدن جسمانی شما شکل است، اما وقتی عمیق‌تر در آن فرو می روید خودش را اساساً بی‌شکل نشان می دهد و به دروازه‌ای رو به فضای درونی تبدیل می شود. اگرچه فضای درونی شکلی ندارد، اما فوق‌العاده سرزنده است. آن فضای خالی در تمامیت خود ذات زندگی است، همان منشأ نامتجلی که تمام تجلیات از آن به بیرون جاری می شوند. واژه مرسوم برای آن منشأ خداوند است.